بزرگترین باشگاه انگلستان، قرمزهای آنفیلد، برگشت به اوج با مربیگری مهدی خان. سلام و درود خدا بر شما باد. پس از رسیدن به دو فینال توسط مهدی خان در بارسلونا و قهرمان کردن بارسلونا در اولین تجربه سرمربیگری مهدی خان، از مهدی خان خواستن آقا بیا لیورپول رو نجات بده. چرا لیورپول رو اومد نجات بدیم؟ چرا؟ اولا که از اون درخواست کردن ما بالاخره روی کسب زمین نمیندازیم. اولا که آخرین باری که لیورپول با این همه ستاره‌ای که داره قهرمان لیگ خودش شده بود، یعنی لیگ انگلستان پریمیر لیگ، سال 2019 و آخرین باری هم که چمپیونز لیگو دیگه میدونیم هم برده بودی سال 2018 بود. به اضافه این که الان ششم جدول لیورپول و این که دوباره از تیم‌های سطح پایین‌تر خودش مثل لیدز و ناتینگهام باخته، یعنی از سال 2018-19 اینجوری اومده پایین. حضور مهدی خان در باشگاه لیورپول رو مشاهده می‌کنیم. مهدی خان اومده در باشگاه لیورپول، حاضر شده با صندلی‌های چرم قرمز، فنداک هستش، آقای هندرسون هستش، همه خوشگلاج همشون جمعه. و اینکه مهدی خان دوباره دوباره با کروات اومده، پاپیون نزده اصلا که بگی من فاز با این چیزا نیستش، با من مسئله هم که دیگه خودتون میدونه، این محمد خودش محمد داره، دوتاش دوتا محمد داره نشستن با هم دارن صحبت میکنن و بالاخره گوشی موشی میگه بذار کنار. آقای الکساندر آرنولد که دیگه بهترین بازیکن فوتبال اصلا بهترین سانتکش میتونم بگم، این عکسایی که چیه دادن به دیوار. خب مهدی خان داره توضیحش میده، هر جا میره کاپچونی 20 صاف دستشه، کمربند مشکی، کمربند رو من میدونم چرا گرفته اون سگکش، ولی خب توضیح نمیدم. خیلی خب، در کنفرانس مطبوعاتی اهداف فصل، تعیین اهداف، من میخوام در مورد هدف اصلی تیم در این فصل صحبت کنم. بفرمایید. من به عنوان مدیر برنامه‌نویسی فکر میکنم بهترین تلاش شما برای رسیدن به دست آوردن چمپیونز لیگ از شما چه بگیر میکنید؟ آفرین، قشنگ آدم، یعنی زبون بفهمی شده در این تیم. چی گفته؟ گفته من موافقم، من باید لیگ رو هم به دست بیارم، ما باید رو لیگ زوم کنیم. ببین من میگم ما باید لیگ هم به دست بیاریم، میگه من باور دارم که ما میتونیم چمپیونز لیگ و لیگ رو ببریم. دابل کردن در امسال برای باشگاهی مثل ما کاملا امکان پذیر. عالی، راستش رو بخوای خوشحالم که چنین پیشنهادی، دابل کردن آسون نخواهد بود، اما من به شما ایمان کامل دارم. خب ببین اصلا تو اول فصل اصلا روحیه نده، چون وسطش میخوام بخرم زیر دیگه میذارم. من میتونم پشتیبانی کامل کادر مربیگری رو تضمین کنم. به زودی خواهید دید که در ما در قراردادهای حرفه‌ای تخصص داریم. تو دهن تو ببند. دیدار با مطبوعات، کنفرانس مطبوعاتی، انتصاب شما را تمام میکنم. شما دقیقا یه مربی مهاجر هستین که در تعدادی از باشگاه‌های دیگه مربیگری کردید. بله ممنونم. آیا انتصاب فعلی خودتون رو لحظه تاجگذاری میدانید؟ چی؟ آیا حضور شما در این باشگاه نقطه عطفی در دوران کار ببین اصلا میخوام بگم نقطه عطف نیست، کدوم وقت بزنم؟ همون بزن، یه شروع تازه است. چقدر میتونم ممنونم که تازه‌ات باشگاه مثل این رو دست پیدا کردم. از اعتمادی که نشون تشکر میکنم، در حال حاضر در قله دنیا هستم، اما خوشم نمیاد الفاظی مثل لحظه تو. این به خدا خود منه، این به خدا خود منه. سبک فوتبال شما در این فصل چیست؟ سبک روز کردن بکسیرش کدوم داره؟ بکسیرش کدومه؟ نه جواب مردونه که اصلا نداریم. من دوست دارم یه نمایش خوب رو، نه اینم حالا نه، من دوست دارم ببینم که بچه‌ها، نه سخکارم نه، همین دومی آواز. یعنی چی میگه؟ نمیتونید مردم رو بخاطر اینکه میخواد نتیجه رو ببینن سردرش کنید، اما من عقیده دارم که نمایش خوب به همه همون اندازه بردن. آفرین. اما میخواهید برنده بشید مطمئن بشید که تاکید سبک این به نوع فوتبال دیگه هوادار چی اصلا دارن چرا بر دارم میگم ولی چون دیگه این داره زر میزن. مهدی خان به عنوان مربی منصوب شد. مهدی خان به عنوان مربی جای لیورپول قرارداد امضا کرد. وی در کنفرانس مطبوعاتی انتظارش رو بیان کرد. این افتخار نمیذاره بخونم، این افتخار بزرگی که برای ایجاد تغییر در این باشگاه از من استفاده میشه. من متعهد میشم که تمام تلاش خود را بکنم تا این فصل عالی بشه. چی گفتی مهدی خان؟ ما مبارز در قفس نیستیم، ما بازیکن فوتبال. این حرفا هم بلدی؟ من از همه میخوام که فوتبال پاک رو در دستور کار قرار بده. نحوه پیروزی و سبک فوتبال ما شما به اندازه هر چی دارم میگم اصلا، نحوه پیروزی و سبک فوتبال شما به اندازه هر چیز دیگه در بازی امروز مهم. پیروزی با استفاده از تاکتیک‌های ناجوانمردانه بابا نه ناجوانمردانه بازی تو، این من نیستم آقا، این من نیستم، علاکی پای من ندارین، این من نیست. اولا که ببینیم که بودجه باشگاه چقدره، واسه منتقدی امیدوارم بودجه باشگاه کم نباشه، خدا وکیلی فشار رومون بود. 19 میلیون پول کامل ما واسه گرفتن بازیکن و 12 میلیون دلار بودجه سالیانه که میتونیم بازیکن بدیم. و اینکه ترکیب تیم داره چی میگه؟ ترکیب تیم داره میگه که ما کلا از بازیکن غنی هستیم، فقط که خدا اینا بازیکن دارن چجوری قهرمان نمیشن من نمیدونم. یه دونه دروازه‌بان میخوام، اون گرفتم چی شد؟ دروازه‌بان تعویضی یه دونه میخوایم، دیاز اونور خوبه، ال دبلیو اف هم یه دونه بگیر، دی ام اف هم یه دونه بگیر. بذار بنویسم اینا رو همه رو. ببین مهدی خان همه چی به فکرش به همه جا هست. پیش فصل قسمت اول مهدی خان لباس خودش رو برتر کنه، شیکمو نگاه کن تو رو خدا داره میذاره بیرون. آیا میتونیم پیشنهادی بهتون بدم؟ دادن اجازه به بازی به ویلیام
آمز. در رقابت به دستیابی به برخی پتانسیل‌های اون کمک کنه این مرحله جای عالی برای آزمایش جوانی مثل اونه. خب باشه. فرصت خوبی من در نظرش میگیرم. ببین الان یه بازی دوستانه داریم پیش فست. میخوام بذارم ترکیب اونجوری بازی کنن که خودشون میخوان. اینجوری بریم بازی کنم میام چیکار میکنین؟ اولین بازی میخوام رد کنم دوستانه خودشون بازی بکنن دستم بیاد چیکار میخوام بکنن اینا. خب یکی چی بردیم ولی یکیش واسه ما بده. فدریکو کیزا بزن بیاد دیگه. بیا عزیزم فدریکو کیزا جان شما 66 میگیری من ولی بزن بگیرش دیگه. بزن ببینیم که شاید قبول کرد نمیدونم. شوامانی هم بزن بیاد. چقدر میگیری شوامانی؟ 22 تا همین الان میاد. خدا بکنه همین الان میاد. بزن بهش بده همین الان میاد. آقا شوامانی بگو همین الان بیاد. کی باز تیم من کی میخواد بره؟ خدای کی میخواد بره؟ کناته چی گفته؟ من نمیدونم چقدر گفتی که ولی میخوای تمدید بکن باش. تمدید کردم با کناته. سیاست نقل و انتقالاتشو بزن جایی نمیره. شوامانی ارزونتر شوامانیو بگیر. چیزا چی؟ ای تو روحت. بازی داریم باز دوباره با میلان. ای بابا حد دم دقیقه ما بازی داریم. شوامانی اومد یا نیومد؟ یکیچ میبریم. سه تا یکیچ بردیم. 100 تا جدول جام‌های دوستانه قهرمانان. تا اینجا فکر میکنم یه جام برده باشیم رسیدیم به سوپر کاپ. خب رفتیم واسه اومدن شوامنی و استقبال ازش. ولی شوامنی اومد با سن 20 سال 24 میلیون گرفتش 24 میلیون دلار و اومدش. قرارداد امضا بکنه بریم به سر جهان. آفرین قرارداد امضا میکنه شوامنی عزیز دل. بازیکن جوان و استعداد نوشکفته. دروازه بان آرژانتینو میخوام بگیرم. 28 سالش رشدش خیلی خوب بوده. بابا بازی داریم با سویا نمیدونم بازیکنامونو اصلا بگیریم بعدن بازی بکنیم. یک هیچ بردیم. بله مارتینز گفته میام. اگه حسابات گفته که 30 میلیون من میخوام 4 میلیونم میگیرم. آشی داداش بیا اشکال نداره بیا تو به استعداد یاد گفته وینیسیوس رو بگیر. وینیسیوس هم خوبه چقدر میگیره بگو اگه 33 تا میگیری بیا. بعد بنده آزاد سازی یه ذره ارزونتر دو سال بهت 6 میلیون هم میدم وینیسیوس سالیانه ببینم میاد یا نمیاد. زاهارم از اون ور میخوام بگیرم خودم. وینیسیوس گفته من 33 تا میخوام. وینیسیوس رو بگی زاهار رو نگیر یه دونه فوروارد دوش میگیرم. وینیسیوس اومد افتتاحیه قسمت اول ببینیم چی میورسن از مهدی خان. سال اول شما به عنوان مربی در این تیم فکر میکنید شوامانی تازه وارد اولین بازی بازی بکنه یا نه؟ هنوز تصمیم نگرفتم. میذارم بگو ممکن از اون استفاده بکنم. شک دارم که استفاده کنم یا نه. منم آره میگم شک دارم استفاده بکنم یا نه. من در مورد 11 نفر اصلی تیمم رو گرفتم تصمیممو نمیخوام الان به جزئیات اشاره کنم. اما وعید اون در اولین بازی مسابقه بده کسی چه میدونه همه چی میتونه تغییر کنه. من مطمئنم که اون فرصت پیدا میکنه. کسی میخواد بره؟ اگه میخواین برین همین الان بگین لطفا. نه برو گم شایزم. خوش اومدی. خب با منچستر سیتی بازی داریم. شده باز کنم برسه. آیا به راحتی از گروه صعود میکنید؟ ما میتونیم از گروه صعود کنیم. اوضاع داره به همین به هم میرزه. صعود از گروه یک امتیاز نه. بگو ما میتونیم راحت صعود بکنیم. در این مقابل مسابقه هیچ گروهی آسون نیست اما بذارید فقط بگم که ممنونم توی گروه مرگی نیافتاده. من میخوام در اسرع وقت از صعود مطمئن بشم برای ادامه کار بین خودمون و بقیه فاصله بندازیم. خیلی خوب ساعت 8 شب در ورزشگاه آنفیلد با لیدز بازی داریم. لیدزی که لیورپول ازش باخته بود. لیورپول الان هشتمه با 3 امتیاز از دو تا بازی یه بازیشو برده به خاطر اینکه من هنوز بازی نکردم. حالا بازی شروع میشه در ورزشگاه آنفیلد در انگلستان. مذاکره ماشکا انگلستان قرمزهای انگلستان از خام بازی شروع کرده. پاس به سلام وای چقدر خوب در ورزشگاه در آنفیلد جام بهترین بازیکن ما سان کش تیممون سانت رو میکشه بو گل نشد متاسفانه. سلام حالا کاتدار در میادش رابرتسون سانتر بشنگ توپ در اومد بشنگ و قشنگ و قاطی کردم قشنگ اصلا نفهمیدم چی گفتم. توپ در اومد 0-0. نونیز برو ببینم نونیز برو نونیز بده بهش. وینیسیوس بزن همونو ستاره لیورپول. بله مهدی خوشحال میشه. بالاخره مهدی خوشحال شد. با نگرفتن مهاجم دست رد زدم به سینه مهدی. تمام مهاجمای کل اروپا دست رد زدم به سینه مهدی ولی مهدی گل زد. بگی بریم نونیز بده بره. بگیر نونیز کریدو. بلاش گل مهدی. گل مهدی. نیسیوس شونیور سرعت بالایی داره بازی کن. حرکت بکنه رو به وسط. اصلا میخواد که حرکت بکنه. سلا حرکت کرده و به تیر دو نمیزنه. بده بهش. همون تیر دو. تمام افتتاحیه قسمت سوم مهدی خان و پشت نمایی داره شروع بعدی نداشتیم اما باید دنبال اهداف بالاتری باشیم دنبال برتهای بیشتر باش در سگ میگم من نوکر باباتم یه دور مهاجم میگرفتیم من دنبال برتهای بیشتر بود. خب همینجور که میبینید تاتنهام صدر جدول ما سوم جدول با 6 امتیاز اونا 9 امتیاز اون اگر اونا رو ببادیم احتمال این هست که بیاریم بالاتر. امروز با تاتنهام بازی داریم میبینم که کیا رو بذارم تو بازی شروع میشه با تاتنهام صدر جدول لیگ فرانسه بازی داریم. وای آقا ما همش تو لاک دفاعیم. ای
برین برین خواهش میکنم تیر دو باستین. خیلی خوب بازی کردم. بزن خواهشم بزن هندرسون. بابا گول بخور، گول بخور جان هر کی دوست داری. برو 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 وسط، برو برو وسط، برو وسط بده پاس بدم. واه به خدا تو الان مست تو میخوردی تو لعنتی. یک یک مساوی. داداش تیم من دو باز دوباره چی شده؟ کسی میخواد بره؟ اگه میخوای بری زودتر برو لطفا، وقتمو رو نگی برو. با منچستر یونایتد بازی داریم. منچستر یونایتد ببینم چندمه. منچستر یونایتد ششمه، دقیقاً زیر ما با یه امتیاز فاصله. بازی شروع میشه در ورزشگاه آنفیلد. اگه اشتباه نکنم نیدم مثلا چه ساعتی داریم بازی میکنیم. تیاگو کاپیتان ما، کریستیانو رونالدو کاپیتان اونا. ببینیم که کی میبره. ورزشگاه بارونیه. گل خوردیم. بابا گم شدی که بزن تو گل. بزن گلو دیگه بابا، بزن گلو. ای سک تو روح اون شانس. وای خدا دیوونم دارن میکنن اینا. آش تو سرتون باختین، خاک تو سرت بی لیاقتتون کنن. چلسی صدر جدول روز دربی نسبت یک. اگه میخوایم در این شرایط به شرایط بهتری نسبت به اورتون داشته باشیم، باید بازی های پیش رو رو داربی رو ببریم و قدرت خود رو ثابت کنیم. خب باش، این خودم میدونم کاملا. کمی حرکت دقیقا همون چیزی که الان بهش نیاز داریم. داشت دیگه من دارم حرکتامو میکنم، این احمق گل نمیزنه. الان بازی داریم ساعت 7 شب در ورزشگاه آنفیلد خودمون. من اینا رو باید ببرم، من نمیدونم. سلام پشت مدافعین. سگ شروعت سلام بزن جانم عزیز، سلام بزن. خوش تو سرت کنم. نگاه کن خودم وکیلی، نگردا توپ بی صاحب نمونده رو، نگردا توپو. هیچ چی باختیم. ریدیم چیزی داره مف میخواد بزنی. شما نتونستین در مسابقه قبل خود داربی برنده بشین، اما در برابر لستر سیتی برنده شدید. آیا میتوان گفت که قبل داربی چی؟ آیا فصل برای شما دوباره رو ریل افتاده؟ ما آماده پیروزی هستیم. رقابت نزدیک خواهد بود. من فکر میکنم مسابقه سختی، مثلا رقابت نزدیکه. خیلی مهم نیست که عملکرد ما تا الان چطور بوده. داربی ها متفاوت هستن و ما نوع فوتبال رو فوتبالی رو میدیم که همیشه نشون دادیم. خدای خیلی خوب بلده حرف بزنه. ببین اصلا این بازی میخوام 4 فوروارد بازی کنم. خب چی میگه مهدی خان؟ مبارزه میکنم. مهدی خان پیش از داربی مقابل اورتون حسابی روحیه جنگندگیش بالاست. مسابقه بزرگ به زودی آغاز میشه و مطمئنا رقابت داغی خواهد بود. ساعت 7 شب در ورزشگاه آنفیلد. ما هر وقت تو آنفیلد بازی کردیم به گند زدیم. نونیز بازی رو شروع کن ببینیم. 4 فوروارد میخوام بازی کنم. برو بریم یه دونه داخل. تمام دقیقه 5 4 فوروارد جواب داد. حالا مهدی پیاس خوشحال میشه. حالا مهدی پیاس خوشحال میشه. سری باش، سری باش فرمینو. هیچ کسی جلوت نیستا، میتونی گلش کنی ها. سانتر خطرناک، تیر دروازه. اوه الان اون خطا نبودش. در جریان باشید، اون خطا خطا نبود. نگاه کن، نگاه کن خدا وکیلی، نگاه کن. یا علی گندتون بزنم با اون بازی کردنتون. حالا جویش میکنه بازی. حرکت کن آقا، حرکت کن. خود فرمینو را بنداز. آها خطا هم نیست، خطا هم نیست. ممنونم، ممنونم نونیز. همین فرمینو رو من نوک نوک نبردم بذارم. پاسو بده به وسط. نون بره، نون بره، نون بره. پاک بابا گل نمیخواد بخوره این. تمام سوتو میزنه و مهدی خواست سه برای که برنده میشه. اینو میخواستم بهتون نشون بدم. شاید با تو هفتم بریم ولی تو دوم برمیگردیم. با فول ساعت هفته شب در ورزشگاه آنفیلد بازی داریم. خودمون باید بریم بازی کنیم. نونیز به عنوان فوروارد نوک و پشتش دیاز نفه خود نمایی میکنه. آفرین.
صفر صفر. برو وینی، وینی جان برو لطفاً. وای وای برو 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 دیگو جوتا بزن. اینقدرم بد پاس میدی که با حد اکثر امتیاز از صعود چمپیونز لیگ، از گروه چمپیونز لیگ صعود کردیم. نیمه نهایی چی فیفا ورلد کاپ چیه؟ مثلا الصد اینجا چیکار می‌کنه؟ خب الصد هم بردیم، رسیدیم به فینال این جام باشگاه جهانه که رسیدیم به فینال با فلامینگو خوردیم. یک برش می‌بریم. کاپ اولو دست میارم علیخان. با استون ویلا بازی داریم بابا، با استون ویلا بازی داریم. تیم منم یه خری می‌خواد بره مثلا اینکه. خب برگمش. قبول شرایط برگمش داشم. خیلی خوب استون ویلا بازی بکنیم و دیگه ویدیو رو جمع کنیم بریم بقیه‌اشو با اسپارتای بعدی. خیلی خوب بازی شروع میشه در ورشگاه اونا، در ورشگاه اونا، ورشگاه آنفیلد نیست، ورشگاه آنفیلد نیست. بازی شروع میشه با لباس دوم، اولین باره که داریم بازی میکنیم. چه صرفت رو میبینی؟ وای 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 بزن. یک فریچ، یک فریچ استوبین ویلا رو زدیم. اون موقع استوبین ویلا ما رو برده بود فکر کنم. یک فریچ متی خان نیمه اول رو میبره. بزن دیگه شوت بی صاحب تو بزن. بزن بده اون ور بره نونیز. بزن تیر یک تمام. دو فریچ متی خان میبره. سومیم هنوز با 44 امتیاز، فقط با تفاضل گل منچستر یونایتد صدر جدول. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نکنید. اگه دوست دارید وارد بعدی رو ببینید حتما سایت لایک کنید ویدیو رو و خدا نگهدار.